سلام، با یک بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. یک هواپیمای مسافربری با 153 مسافر هنگام فرود در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد. به گفته خبرگزاری ها در این حادثه تا این ساعت دست کم 16 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. این هواپیما هنگام فرود منحرف شد و به دیواره خارج از باند برخورد کرد. 9 روز پیش هم یک هواپیمای توپولوف شرکت کاسپیان در نزدیکی قزوین سقوط کرد و همه 168 سرنشین آن کشته شدند. جزئیات بیشتر حادثه امروز از امیر پایور. یک سانحه هوایی دیگر، کشته هایی بیشتر. این بار مرگ نه در آسمان بلکه در زمین. پرواز هواپیمایی آریا تور که از تهران به مشهد می رفت، هنگام نشستن بر باند فرودگاه مشهد دچار سانحه شد و آتش گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، هواپیمای یارد شده از نوع ایلیوشین 62 و ساخت کشور روسیه است. شرکت هواپیمایی آریا متعلق به بخش خصوصی است و 9 سال پیش در ایران تأسیس شد. شاهدان به رسانه های ایران گفتند که هنگام فرود چرخهای جلوی هواپیما باز نشده و چرخ عقب هم دچار مشکل شده است. در نتیجه دماغه هواپیما با دیوار باند فرودگاه برخورد کرده است. کمتر از 10 روز پیش یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی کاسپیان که از تهران به ایروان در ارمنستان می رفت دچار سانحه شد و در نزدیکی قزوین سقوط کرد. تمام 168 سرنشین هواپیمای یاد شده کشته شدند. فرودگاه مشهد 3 سال پیش هم صحنه حادثه مشابه بود. در آن حادثه که 29 کشته بر جای گذاشت، یک فروند هواپیمای توپولوف ساخت روسیه به علت ترکیدیه چرخ دچار حریق شد. امیر پایور، بی بی سی. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل از تهران با ماست. آقای مهاجر، ما را از آخرین خبرها آگاه کنید. این حادثه جدید در حقیقت با حادثه هفته پیش فرق زیادی داره، به خاطر که این هواپیما سالم تا فرودگاه مشهد اومده و نشسته و برخوردی هم که رخ داده کاکپیت هواپیماست، کاملا نشون میده که هواپیما سالم نشسته و چرخاش هم اشکالی نداشته. در حقیقت در انتهای باند ترمزها درست کار نکرده، اون چیزی که از ظاهر امر پیداست و کارشناسا میگن. این هواپیماها اصولا چنین مشکلی داره در هنگام نشستن و در ترمزهاشون، به خصوص در هوای گرم ایران، چون اینا برای روسیه و هوای سردسیر، مناطق سردسیر ساخته شدن و سابقه زیادی ندارن. این خود این هواپیما چند ماهی است که در فرودگاه منتظر مجوز هواپیمای کشوری بود، یعنی هواپیمای کشوری هم نظر مساعدی روی این هواپیما نداره. خود شرکت در تا همین اواخر ممنوع فعالیت بود، یعنی در حقیقت مجوز پرواز نداشت و این دو تا فروند هواپیمایی که اخیراً داده شده از نوع ایلوشن 62 در حقیقت با تأخیر پرواز تونستن مجوز پرواز بگیرن. آقای مهاجر، در این 10 روز این دومین حادثه‌ای که پیش اومده، سانحه مرگبار، و با اینکه واقعا هنوز نمیدونیم که دلایل چه اون هواپیمای توپولوف و الان هواپیمای ایلیوشین دلیل این حادثه ها چه بوده، اما در این مدت مقام های هواپیمای کشوری آیا گفتن که چه کاری میخوان بکنن برای بهبود وضعیت ایمنی هواپیماهای کشور؟ ببین، ایراد ناوگان هوای ایران کاملا روشن هست. ما هواپیمای های استفاده میکنیم که بیش از 20 سال و این هواپیمای اخیر فکر میکنم تا 25 سال عمر داشته، بیشتر استفاده شده. یعنی در حقیقت ما هواپیما بسیار ارزانی انتخاب میکنیم و در هزینه های سرویس اون هم صرفه‌جویی مجبوریم بکنیم، به خاطر شرکت های هواپیمایی با فروش بلیط به نرخی که دولت تعیین میکنه سود نمیکنن و بنابراین مرتبا دنبال هواپیماهای ارزان تن میرن و فقط تنها کاری که میتونن بکنن این که این محدودیت قیمت بلیط رو بردارن و اجازه بدن که شرکت‌های هواپیمایی دخل و خرجشون بچرخه و بتونن هواپیماهای نوع بهتری و عمدتاً غربی تهیه کنن. آقای مهاجر، الان خبرهایی میرسه مبنی بر این که گویا رئیس شرکت آریا هم در میان قربانیان هست. آیا شما چیزی میدونید در این باره؟ بله، آقای اوتا، اونجا که من دریافت کردم اطلاعات، اولا بیشتر کشتگان در جلوی هواپیما از خدمه روسی هستن و خلبان هم ایرانی نبوده
و مدیر متاسفانه مدیر عامل شرکت هواپیما هم آقای مهدی دادپی هم در هواپیما بوده و جزو کشته شدگان. مسعود مهاجر در تهران، متشکرم از شما. ساعتی پیش متن نام